حمله روسیه بر اوکراین یک ساله شد. تهاجمی که کش و قوس ها و حاشیه های زیادی داشت، از رویارویی ابرقدرت ها گرفته تا مشخص شدن خط و نشان ها. چرا این جنگ برخلاف انتظارها طولانی شد؟ این حمله برای چی بود و چی وضعیت را بر نظم نوین جهان به بار آورد؟ این تهاجم چه تأثیری بر وضعیت اقتصادی و سیاسی جهان به ویژه افغانستان گذاشت؟ حالا در یک سالگی این رویارویی نفسگیر، آیا نشانه های جنگ هسته‌ای در حال ظاهر شدن است؟ درود بر شما، به این ویژه برنامه تولونیوز خوش آمدید. من شمس همانی هستم. در این مورد با مهمانانم گفتگو خواهیم کرد، اما در اول یک گزارش ببینید. نبرد یک ساله میان روسیه و اوکراین تأثیرات گسترده‌ای در بخش‌های نظامی، سیاسی و اقتصادی در سطح جهان از خود به جا گذاشته است. اتحادیه اروپا، ناتو و ایالات متحده آمریکا روسیه را به جنایت جنگی و کشتار غیر نظامیان اوکراینی متهم می‌کنند و تا اکنون میلیاردها دلار به اوکراین کمک‌های نظامی و مالی ارائه کرده‌اند. آنان مرتکب فسق و جنایت علیه بشریت شدند. آنان غیر نظامیان را با مرگ و نابودی هدف قرار دادند. ایستگاه های موترها و قطار ریلها، شفاخانه ها، مکاتب و یتیمخانه ها را بمباران کردند. هیچ کس نمی تواند چشمان خود را از جنایتی که روسیه علیه مردم اوکراین مرتکب می شود برگرداند. یک سال حمله روسیه بر اوکراین به عنوان یک نقطه عطف وحشتناک برای مردم اوکراین و جامعه بین‌المللی است. این تهاجم توهین به وجدان جمعی ما است. این حمله نقض منشور سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی است. دامنه تأثیرات سیاسی این نبرد در جهان در مقایسه با تأثیرات اقتصادی و نظامی آن چندین برابر بوده است. در نتیجه این نبرد و پشتیبانی کشورهای غربی از اوکراین در برابر روسیه، تنش‌ها میان دو بلوک شرق و غرب به گونه چشمگیر افزایش یافته است. رئیس جمهور روسیه اعلام کرده است که معاهده نیو استارت با ایالات متحده آمریکا را که بر بنیاد آن زرادخانه‌های هسته‌ای استراتژیک دو طرف محدود می‌شود، به حالت تعلیق درآورده است. همزمان دبیر کل ناتو هشدار داده است که تسلیحات بیشتر هسته‌ای و کنترل کمتر بالای آن جهان را به سوی یک آینده ناپایدار سوق خواهد داد. تسلیحات هسته‌ای بیشتر و کنترل تسلیحات کمتر جهان را خطرناکتر می کند و به همین دلیل است که در ناتو سخت کار کردیم تا با روسیه در مسائل مربوط به کنترل تسلیحات وارد گفتگو شویم. آگاهان مسائل نظامی به این باورند که اگر نبرد میان کیف و مسکو به همین منوال ادامه یابد، احتمال می رود که یک جنگ تمام عیار هسته‌ای جهانی آغاز شود و منجر به نابودی تمام بشریت گردد. طور به نظر می رسد که این جنگ نه تنها که به کوتاه مدت پایان نمی یابد، بلکه خطر از وجود دارد که این جنگ دامدار شود و به یک جنگ جهانی مبدل شود و همه دنیا از این متاثر شود. حمله روسیه به اوکراین نه تنها سبب مرگ هزاران اوکراینی و تخریب زیرساخت‌های حیاتی این کشور شده است، بلکه پیامدهای اقتصادی این جنگ سراسر جهان را نیز متاثر کرده است. بر بنیاد آمارها، پیش از این جنگ روسیه 14% از نفت جهان و 18% گاز را تامین می‌کرد و به باور آگاهان مسائل اقتصادی، این جنگ بهانه برای بی‌ثباتی انرژی در بازارهای جهانی بوده است. جریان صادرات گاز از روسیه به اروپا 80% کاهش یافته و قیمت نفت در جریان 12 ماه جنگ به گونه نوسان از 10% تا 60% در بازارهای جهانی افزایش یافته است. کمبود غلات و گندم و افزایش قیمت مواد غذایی در جهان از دیگر پیامدهای این جنگ است که 222 میلیون تن را در جهان با ناامنی حاد غذایی مواجه کرده است. جنگ اوکراین تأثیرات منفی را بالای اقتصاد جهانی از خود به جا گذاشته و بیشتر کشورهای رو به توسعه و فقیر به تناسب کشورهای پیشرفته و ثروتمند متضرر و متاثر ساخته و این تاثیرات بیشتر از رهگذر افزایش قیمت مواد نفتی و گاز مایع و همچنان غله محسوس است. در
در حالی که جهان انتظار دارد تا نبرد میان روسیه و اوکراین پایان یابد، نیروهای مسلح اوکراین گزارش دادند که تازه 90 حمله نیروهای روسیه بر مناطق جنوبی، شرقی و شمال شرقی را دفع کردند. بر اساس آخرین آمارهای داده شده از نبرد میان کیف و مسکو، تا کنون 250 هزار سرباز اوکراینی و روسی کشته و زخمی شده و شهرهای مهم و کلیدی اوکراین به ویرانه مبدل شدند و بیش از 8 میلیون اوکراینی به کشورهای همجوار اوکراین، اروپا و ایالات متحده آمریکا مهاجر شدند. مهمانان من در این برنامه آقایان عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه، آقای سمیع الله پویا، عضو ارشد انستیتیوت شرق شناسی اکادمی علوم روسیه از طریق اسکایپ وصل هستند، و اینجا در استودیو هم آقای عبدالشکر سالنگی، پژوهشگر روابط بین الملل هستند. هر سه مهمان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. اگر اجازه بدین آقای سالنگی، من بحث را با آقای پویا آغاز بکنم. آقای پویا سلام به شما، بسیار خوش آمدین. از اینجا اگر آغاز بکنیم که این جنگ برای چی بود و چرا برخلاف بسیاری از انتظارها، به خصوص آنچه انتظار داشت ولادیمیر پوتین، طولانی شد؟ سلام به شما و جناب سالنگی صاحب، همچنان جناب محترم سفیر صاحب محمد حامد و جمله شنوندگان برنامه شما. شما خود می فهمید که جنگ اوکراین پارسال شروع نشده، یعنی از فبرال 24 فبرال سال 2022 شروع نشده، بلکه از سال 2014 این جنگ ادامه دارم. طبعا این جنگ در قلمرو های جمهوریت های خود مختار اوکراین، یعنی لوگانسک و دنسک بود، که 8 سال اینا مورد حملات نظامی اوکراینی ها قرار داشتن. شما می فهمید که در این مدت یک فرمات بسیار مهم شکل گرفته بود که به نام فرمات مینسک یاد می شد. در اونجا کشورهای مثل فرانسه، روسیه، آلمان با هم گرده هم شیستن و همچنان اوکراین، و قرارداد را بالاخره امضا کردن مبنی به این که باید جنگ خاتمه پیدا کنه، و بعض مواد قرارداد را که مهمترین موادش این بود که باید در قانون اساسی اوکراین تغییرات بیایم، شامل قرارداد بود یکی، و دوم این که باید روی از این قرارداد برای جمهوریت ها خود مختاری داده شود، و این که اوکراین دیگر شامل پکت ناتو نشود. شما می فهمید که پیش از جنگ، یعنی پیش از فبرال، تقریبا در دکابر سال 2021 پوتین یک پاکت از پیشنهادات به اروپا پیشکش کرد که در اون بسیار مشخص خواسته های روسیه در رابطه با مسائل معضلات جهانی، مخصوصا معضل اوکراین مطرح بود، که ممدترین ماده از او امی بود که اوکراین نباید شامل ناتو شود، و ناتو باید تماما تضمین های برای امنیت روسیه را کتبی بده. متاسفانه که چنین نشد، و برعکس شما ممکن شاهد باشین در که زلنسکی اعلان کرد که ما شامل ناتو میشیم یک، و دست به سلاح هسته‌ای میزنیم دو، و سومی که تماما به حساب موشک های لازمه که بر ما است برای از اینکه بتانیم تا تقریبا اورال روسیه رو مورد حمله قرار بدیم اینا نصب میکنیم. شما ببینین درست در این حالت که بله بفرمایید آقای پویا. یک دقیقه دیگه اگر به ما وقت بدین، بنابراین وقتی که چنین طرح پیش میشه و روسیه تهدیدات بسیار جدی از طرف همسایه خود میبینه و نمیتونه که در این قسمت لاجواب بمانه، اینا مجبور شدن که عملیات نظامی خود را بتن، و نتایجش امروز ما و شما میبینیم. آقای پویا میگن از نهایت مجبوری روسیه این تصمیم را گرفت، درست؟ بله طبعا دیگه. بله. شما میبینید که تماما گزینه هایی که به خاطر
حل مسئله اوکراین از طریق مذاکرات و از طریق مصالحه باید مطرح می شد. همه گزینه ها را اینا جهان غرب مخصوصا امریکا رد کردن. درست. و آقای پویا، همونطوری که گفتین که این نهایت مجبوری روسیه بود، ولی می دانست که بازی با آتش است این حمله گسترده؟ ببینین، شما می فهمین که روسیه برای این سال اول نبود که در سال 2022 که این موضوع مطرح بود که جهان چه قسم باید از حالته که دیکته یک کشور یک ابرقدرت باشه باید نجات داده شود. جان در جهان بخواهیم نخواهیم باید تحول باوجود بیاید. شما می فهمید بعد از یک جنگ جهان دو قطبی بود و یک قطبی شد، نتایج بسیار بدش ما مردم افغان ها مخصوصا با تمام پوست و سخان خود درک کردیم. مردم درست. عراق، مردم سوریه و سایر کشورهای که مورد تاخت و تاز ابرقدرت های مثل امریکا و ناتو قرار گرفت شما خوب درک میکنید. روسیه همیشه در تلاش بود که این حالت جهان از این حالت بیرون بکنه و این که امروز متاسفانه اوکراین میدان به حساب مبارزه بین این دو ابرقدرت ها قرار میگیره، ای برای ما هم نگران کننده بوده. به تمام روسیه هم در مورد تبعات این تقابل حتما میپرسیم. آقای پویا اگر اجازه بدین من سوالی که از شما پرسیدم از آقای صمد هم بپرسم. آقای صمد، چرا فکر میکنین که این جنگ طولانی شد برخلاف انتظارها و حالا که این جنگ همچنان ادامه داره و وارد دومین سالش میشه، نگاه ها به این جنگ چگونه است؟ تشکر. به نام خدای جان و خرد و سلام به شما و همکارانتون، به دکتر پویا و به جناب سالنگی صاحب. بسیار تشکر. من فکر میکنم که علاوه بر چیزی که پویا صاحب فرمودن، در این جای شک نیست که موضوع اوکراین که با موضوع کرایمیا هم ارتباط میگیره، در آغاز در اونجا از بازی خواهشاتی از طرف روسیه وجود داشت و او منطقه را تسخیر کرد و برمیگرده به یک تاریخچه بسیار پیچیده و نه تنها که جنگ 2014 این فصلش آغاز شد، 2022 ما شاهد فصل مهمتر شدیم و تا 1997 هم روسا بود. بله این برمیگرده، حتی پیش از او هم برمیگرده در تاریخ و بازی تنش هایی که وجود داشت، بازی های مختلفی که از طرف روسیه باز از او شوروی باز از او پس دوباره روسیه فعلی فدراتیف فعلی، اینا همش جز یک تاریخچه بسیار پیچیده است که یک قسمتش پویاس در ارتباط با تفاهمات منسک یادآوری کردن که در 2014 و 15 عقد شد و در اونجا یک عنصر بسیار مهم یاد شدن و او موضوع بی‌طرفی و نیوترالیتی، یعنی عدم انسلاک اوکراین می باشه که روسیه بالا همی تاکید داره که به هیچ صورت نمیخواست که این کشور جز اوربیت و یا جز ساحه نفوذ غرب و ناتو قرار میگیره، چیزی که بعدتر رئیس جمهور فعلی اوکراین البته بالای بعض تعهداتی که رؤسای جمهور قبلی داده بودن پا گذاشت. لحاظا در اینجا هر دو طرف روایت های خود دارن. چیزی که روس‌ها کردن البته یک تعرض بود، قسمی که ما شما در افغانستان هم دیدن که در زمان شوروی ها این موضوع صورت گرفت، ولی تحت مانند داشت شرایط کاملا متفاوت و یک چوکات دیگه و یک زمان دیگه، ولی از لحاظ قوانین بین‌المللی یک نقض رخ داد و غرب هم عکس العمل نشون داد، هرچند بعضی ها میگن که غربی ها هم تمایل به این داشتن که همچو کار روسا انجام بدن و یک نوع دامی برشان و اصطلاح در اونجا چیدن. ولی خب این بازی ها را اگر کنار بگذاریم به سوال شما بپردازم، به فکر میکنم که یک سال بعد از این دور فعلی مشکل اوکراین و روسیه، ما داخل یک مرحله بسیار خطرناک شدیم. شما در آغاز برنامه تان از امکانات استفاده سلاح های بسیار وحشتناک هم ثقیله هم بسیار پیشرفته و هم ضروری یاد کردیم. بله. اگر جهان، اگر اروپا
اگر این جنگ بین روسیه و اوکراین به این طرف حرکت بکنه و یا دستهای پشت پرده باشه که بخواین که به این طرف البته ایده سوق بدهند و تحلیل بکنند، من فکر میکنم که نه تنها که اروپا با خطر بسیار بزرگ مواجه میشه، بلکه تمام جهان از این متضرر خواهد شد و یقینا که تاثیرات بسیار زیادی بالای نقاط استراتژیک جهان و شمول منطقه افغانستان و ما حول افغانستان هم خواهد شد. ولی آقای صمد، همونطور که شما گفتن، من حتما در مورد احتمالات که اگر ادامه پیدا بکنه این جنگ میپرسم در ادامه برنامه، ولی وقتی همونطوری که پرسیدم، وقتی تصمیم گرفت برای حملات گسترده مسکو که وارد شد بر اوکراین، شما فکر میکنین این انتظار را داشت که با این مقاومت روبرو شود و آیا این مقاومت مقاومت اوکراینی هاست یا جنگ روسیه در غرب با غرب در خاک اوکراین؟ من فکر میکنم که آقای پوتین امکان داره که محاسبه خود درست انجام نداده بوده باشه. تا حدی فکر میکنم که پیشبین از این بود که این جنگ زود خاتمه پیدا میکنه و به اهداف زودتر میرسه، ولی نه تنها که مقاومت اوکراین بسیار شدید بود، ولی کمک های بسیار گسترده را که از غرب به دست آورده. فکر کنید تنها ایالات متحده تا به امروز در این دور یک سال بیش از 76 میلیارد بیلیون دلار کمک کرده که از او تقریبا 46 بیلیونش کمک های نظامی و امنیتی است. در پالویش خود روسیه، از روسیه که بودجه سالانهش در حدود 340 چند میلیارد یا بیلیون دلار تخمین میشه، یک چهارم یک ربع از ایره که بیش از 85 بیلیون دلار باشه مصرف از جنگ کرده. در پالویش به ده ها هزار، ببینید تخمین میشه که بیش از 300 هزار در هر دو طرف تلفات هم زخمی هم کشته دارن، که در بین از اون پس کنید که روسا گفته میشه که امکان داره تا حدود 60 هزار کشته داده باشه در این جنگ، که در جنگ افغانستان که 10 سال دوام کرد بیش از 15 هزار کشته داده بودن. لحاظا این البته یک قیمت و هزینه بسیار بزرگ است که پرداخته میشه. در عین زمان ملکی هایی که در اوکراین کشته شده که در حدود 7000 نفر است و نظامی هایی که بیشتر اگر اشتباه نکنم بیشتر در حدود 15000 نظامی اوکراینی کشته شده و در حدود 8 میلیون اوکراینی بی خانمان شدن، بی جا شدن و سرازیر شدن در خارج از سرحدات کشور خود. لحاظا این نه تنها که یک بحران سیاسی است، نظامی است، امنیتی است، بلکه یک بحران بشری و اقتصادی هم است. بهتر میخوام سرش صحبت کنیم. بسیار تشکر آقای صمد. آقای سالنگی، خب یک سال گذشت اما هیچ نشانه ای از پایان این جنگ و رسیدن به یک سال هم ظاهرا دیدن نمیشه. در مورد اینکه چه تبعات را بر جا گذاشته بر اوکراین، بر روسیه، بر جهان و بر افغانستان حتما در ادامه میپرسیم، ولی شما فکر میکنین حالا شکست در انتظار کی است و کی تا اینجای کار برنده بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام احترام خدمت شما مهمانان عزیز، جناب صمد صاحب، جناب پویا صاحب، همکاران شما و بینندگان محترم تولنیوز. ممنون شما. خب اگر خیلی خلاصه و در یک کلام عرض کنیم، با توجه به او چیزی را که در طول یک سال از نبرد، یعنی یک سال نبرد مستقیم اونطوری که دوستا فرمودن مقدماتش قبلا چیده شده بوده از سال 2014 حتی بیشتر، ولی اون چه تهاجم، بله اون تهاجم مستقیمی که روسا انجام دادن و فعلا ما در یک سالگیش قرار داریم، اگر بخوایم که بگیم کی بازنده است، با توجه به رفتار دو طرف و اهدافی را که دو طرف دارند، چون شما در وقتی نبرد میشه، فرض کنید من یک مثال خیلی ساده بزنم، بین دو تا شیر، این دو تا شیری که بسیار از لحاظ جسامت، از لحاظ سن و سال در یک زور وزن باشن، در یک قدرت باشن، حتما بالاخره یکی از او فرار بله میکنه. شما اوکراین را عرض وزن میدونید؟ عرض میکنم. یکی فرار میکنه، یکیش خب طبیعی است در عالم حیوانات و انسانات همین رقم است که انسان ها بله. که بالاخره یک طرف فرار میکنه یا شکست میپذیره و مثلا تبعاتش قبول میکنه. اما قضیه اوکراین و روسیه فعلا، اگر شما تمام نبردهای تاریخ مطالعه کرده باشین، حتی از زمان 2500 سال پیش و حتی از پیشتر از او که انسان ها با هم نبرد میکردن تا امروز، تمام نبردها رو شما اگر مطالعه بکنین، یک کیسه کاملا متفاوت است. حتی جنگ های جهانی
با این کیس شباهت نداره. اگر ما بخوایم مقایسه کنیم بگیم کیها پیروز میشن کیها شکست میخورن، چون شکست هر کدام از طرفین به معنای شکست همگی حساب میشه. منظورم اینه که اگر روسا در افغانستان شکست خوردن، خب اتحاد شوروی فرو پشت، ولی روسیه مون سلاح هسته‌ایشون مون هیچ استفاده نشد، چون او جای استفاده از او سلاح نبود. یعنی روسا نمیگفتن ما در اگر در افغانستان شکست بخوریم از سلاح هسته‌ای استفاده میکنیم، یا مثلا آمریکا در ویتنام شکست خورد، شکست‌های دیگری که ما می‌بینیم کشورا می‌خوره. این قضیه کاملا فرق میکنه با دلایل خیلی زیاده. برای روس ها به این دلیل که اگر روس ها در این جنگ شکست بخورن، همونطوری که دو سه روز پیش مدودوف هم گفته بود و خیلی محتمل هم است و ارزیابی روس ها همیست، بخصوص پوتین که سالهای پیش هم سخنرانیش شما اگر مرور بکنین گفته که غرب در پی فروپاشی دوباره روسیه است. یعنی یک بار شوروی را فروپاشاندن، پارچه ساختن، این بار میخوان روسیه را فروپاشانن. این را میپذیرن که آمریکا این فروپاشی را انجام داده؟ در صدد انجام دادن است. یعنی آمریکایی‌ها و غرب میخوان روسیه را، یعنی روسیه به لحاظ قدرت نظامی تنها کشوری هست، یعنی روسا تنها ملتی هستند که به لحاظ نظامی هماورد غرب هستند، دیگه هیچ ملتی چنین توانایی را نداره. و همونطوری که حالا کنایه میزنن که چند روز پیش پوتین گفته بود که ناپلئون هم اینجا آمده بود، نه در جواب رئیس جمهور فرانسه. بله، از او خاطر اگر حساب بکنیم غربی ها در پی نابودی کامل این دشمنی هستند که به عنوان مثلا یک خار بغل همیشه در کنارشان است. پس روسا میفهمند که برایشان مسئله مرگ و زندگی است، و وقتی که مسئله مرگ و زندگی باشه، اونا هم ابزارهایی دارند که اگر خودشان مردن دیگران هم بمیرانند که سلاح هسته‌ای باشه. یعنی به معنی شما میگن آقای سالنگ اگر نهایتا مجبور شود و شکست روسیه ممکن در انتظار باشه، روسیه دست خواهد زد به آنچه سلاح هسته‌ای گفتن میشه؟ تمام پیشبینی ها و ارزیابی هایی که صورت گرفته از لحاظ شخصیت شناسی رئیس جمهور روسیه پوتین، بله، از لحاظ ماهیت این جنگ، از لحاظ اهدافی که دو طرف دنبال میکنن، از لحاظ تبعاتی که برای دو طرف میاره، تمام ارزیابی را که شما مطالعه بکنین، احتمال اگر روسیه در سطح متعارف شکست بخوره، احتمال استفاده حتی به صورت تکتیکی هم مثلا هسته‌ای متصور است برای روسا. به صورت تکتیکی یعنی مورد خاص بزنه، مثلا نزنه که کل اوکراین خراب شود. در چنین صورتی غربی ها بیکار نمیشینن، اونا هم عمل بالمثل انجام میدن که بالاخره یه عمل به معنای شکست هم است. بله، خب ببینید، اگر یک جنگ هسته‌ای در جهان اتفاق بیفته، چیز واقعی است، حال نشده، اگر یک جنگ هسته‌ای در جهان اتفاق بیفته، ما شما یکی صحبت میکنیم متضرر هستیم. هیچ موجود شاید در روسا کلانی که گفتم، شما یک زمانی خوانده بودم که شوروی و آمریکا، یعنی در دهه 19 در دهه 80 به اندازه سلاح هسته‌ای دارن که 15 بار جهان خراب میکنن، یعنی 15 بار خراب شوه پس ساخته شوه، اونا توانایی را دارن، حالا که بیشتر شده، قدرتمندتر شده. پس در اون صورت دیگه خب به اون چیزی که شما در فیلم های تخیلی که میبینید، پایان جهان، پایان ما، یک روز دیدم میگه آخرین تصویری را که از هوش مصنوعی گفتن که سیلفی را که بگیره انسان ها، یک وضعیت بسیار وحشتناک را نشان میداد. خب این چیزایی است که بالاخره خب ما از طریق تکنولوژی میتونیم پیش بینی کنیم، ترسی را در انسان ها ایجاد بکنن که شما خشتندار باشین. اما خب اگر یعنی با توجه به تحلیل ها و پیش بینی ها و ارزیابی ها، اگر روسیه شکست بخوره چه کاری میشه؟ غربی ها هم که نمیخوان شکست بخورن به هیچ وجه، در دو صورت این کار امکان پذیر است که یکی از طرفین شکست قبول بکنه، یعنی شکست متعارف قبول بکنه. او است که یا پوتین از قدرت کنار بره، بله، که یک زمانی سر زبان ها شد که بخوان پوتین حذف بکنه. بله، آنچه صحبت های آقای پوتین را شما در یک سالگی این جنگ شنیدین، ظاهرا حرف هایی بود که در ابتدای این تهاجم میگفت. بله بله، چیزی کاسته نشده بودی که ظاهری بود یا نه، بله، ظاهرا دیدمش ادامه جنگ را میخوان. مرس کردم، ببینید روس ها شکستشان در جنگ اوکراین به معنای عدم وجود روسیه است دیگه. اینطور نیست که روسیه عقب نشینی میکنه، خب میگه تمام شد رفت. و برای غربی ها هم پیروزی روسیه در جنگ اوکراین به معنای تسلط روسیه باز بر ساختارها و سیستم های بین المللی است، که خب همون چیزی را که در نیم قرن گذشته امریکایی ها تحمل کردن از روسا. پس ببینید خیلی قضیه باریک و پیچیده و حیثیتی است برای هر دو طرف. یک چیز ساده نیست. کوتاه خدمت شما عرض بکنم که تا اینجا کار اگر شما آمارا را ببینید، خب ما تمام اطلاعاتی را که میگیریم از منابع غربی است. مثلا اوکراین میگن که 3 لک عسکری روس کشته شد، 4 لک کشته شد، که تانک هایشان تمامش از بین رفت، که تیاراتشان از بین رفت، که تخلیه شد، به اصطلاح سلاح استراتژیک، سلاح به اصطلاح دوربردشان اینا از ایران میخرن، از روسیه میخرن، از کره شمالی، از چین میخرن، از کره شمالی میخرن. خب این تبلیغات هست، اما
اونطور که پیشتر دوستان فرمودن که پوتین شاید ارزیابی نکرده باشه، به نظر من با توجه به مطالعاتی که من دارم از روسیه و از خصوص در تحولات اخیرش، پوتین گزینه های یعنی ارزیابی مختلف داشتن که گپ تا کجا میرسه. و اینم خدمت شما کوتاه عرض کنم که روس ها در پی تغییر رژیم در اوکراین نبودن که ما بگیم شکست خوردن. دنبال چی بودن؟ روسا به دنبال تجزیه اوکراین بودن. سامی را که در اوکراین باید برایشون برسه، که البته اینکه چرا چنین میخوان بحث جداگانه است، اگر فرصت بس خدمتش عرض میکنم، او سام خود از اوکراین میخوان، چون اوکراین به نظر روسا از دست رفتگی است. یعنی اوکراین دیگه با روسیه یکی نمیشه، که او روسیه بزرگ شکل بگیره. یک بس تجزیه است، یک بسی که اوکراین اگر تجزیه هم شود، یک بخشش بپیوست با ناتو یک جا شود، خب باز هم عین حرف است. خب به لحاظ استراتژیک می همین عرض میکنم خدمت شما، به لحاظ ژئوپلیتیکی روس ها میتونن به اصطلاح با تجزیه روسیه میزان ضربه پذیری خودشان از اوکراین کاهش بدن. این که چطور این کار انجام بدن اگر وقت از من خدمت شما عرض بکنم، اگر نیست بله. و اما طوری که گفته شد دیده نمیشه از نشانه های از صلح، پایان جنگ یا هم کوتا آمدن یک طرف. صلح این صلح در یک صورت انجام میشه. صلحی که میشه شکست کامل یک طرف است. مشکل دیست. یعنی صلحی هم که باید انجام شه به معنی شکست کامل یک طرف است. مثلا روسا باید سرزمین هایی را که گرفتن و اونجا رفتن رفراندوم برگزار کردن، او را باید واگذار بکنن. در این صورت غربی ها کوتا میان صلح میکنن که روسا چنین کاری نمیکنن. خب شکست میشه. و در اون صورت که اوکراین تجزیه شود که بعد غربی ها و اوکراینی ها نمیپذیرند، یک احتمال دیگه است که زلنسکی که گفته میشه یک آله دست برای غربی ها شده و مردم اوکراین به نوعی در گروگان از او آدم است و هر چی برش میگن انجام میده، دیوانوار مردم را در کشتن داده، زلنسکی پس شود و یک آدم دیگه بگه بروسا بگه ما با شما جنگ ندارم، هر چی که شما میبینید بر اساس مثلا متفقاتی که در منسک بود بر اساس اون ما دوباره بگم مثلا تشکر. وضعیت تغییر بدیم. سپاسگزارم شما و رفت و برگشت کوتاه. دوباره خوش آمدید آقای پویا. خب گذشته از اینکه این جنگ طوری که گفته شدم ما وگرهای زیاد داشت، ولی حالا هم یک سال میگذره، اینکه چرا پایان نیافت، راههایی برای صلح دیده میشه، اگر کنار گذاشته شود وضعیت جهان را اگر بپرسیم در شرایط فعلی و تأثیرات این رویارویی بر جهان، مخصوصا در بعد سیاسی و اقتصادی بپرسیم، چقدر درشت بوده؟ ببینین سوال بسیار مهم را مطرح کردین. ما همه شاید تحولات بسیار عمیق در مجموع در سیاست جهانی بعد از ختم جنگ در اوکراین خواهد بودیم. جهان به ایالت که تا به امروز بعد از فروپاشی اتحاد شوروی که جهان یک قطبی بود به این حالتش باقی نمیماند. جهان طبعا دو قطبی و چند قطبی میشه. اقتصاد دنیا در مجموع صدمه دیده و صدمه میبینه، اما ما فکر میکنم که تمام ظرفیت ها را کشورهای جهان دارد تا این تبعات که در اثر جنگ رخ داره، مخصوصا اقتصاد که امروز ما شاهدش هستیم در روسیه آنقدر صدمه ندیده. درست. و بسیار زیاد ظرفیت های زیادی وجود داره تا بتانیم اقتصاد جهانی را پس دوباره تأمین بکنیم. یعنی میگه جمع و جور کردنش دشوار شده یا نه ساده است با توجه به اینکه خب جهان تاثیرات دیگر از کووید 19 داشت و موارد دیگر؟ شما میفهمین که بعد از اگر یک کم پیشتر بریم، بعد از جنگ دوم جهانی که تنها روسیه 30 میلیون نفر خود از دست داد و در مجموع آلمان هم در همی حدود ملت خود از دست داد و جهان دیگر، شما دیدین که چی قهقرهای بزرگ اقتصادی به جهان آمد، اما ظرفیت‌هایی که کشورها داشتن تانستن در مدت چند دهه پس او ظرفیت‌ها را چندین بار بسازن و دوباره اقتصاد نو رواج بتن. همچنان من متعقن به این هستم که بعد از ختم جنگ در اوکراین با تحولاتی که پیش بینی میشه در جهان، در مجموع در سیاست جهانی، در اقتصاد جهانی، من فکر میکنم که رشد بسیار سریع اقتصادی جهانی رونما خواهد بود.
در کدام صورت؟ در صورتی که نقطه پایان گذاشته شود به این تقابل. شما براتون بگویم که هیچ جنگ نیست که بالاخره خاتمه نداشته باشه. میگم در مجموع میگن هر جنگ منحصر میشه به مذاکرات و منحصر به صلح میشه. ما امید داریم که هرچی زودتر این صلح حاکم شه. متاسفانه آنچه از نشانه های جنگ هسته‌ای گفتم، اگر این جنگ با حملات هسته‌ای یا جنگ هسته‌ای خاتمه پیدا بکنه، که خب بدون شک همونطور که آقای سالنگی گفت تبعات بسیار گسترده و بد خواهد داشت. ببینین یک کم اگر اشاره بکنیم به صحبت های اخیر بایدن در پولند و همچنان بعضی از بیاناتی که رهبران جهان غرب گفتن داد به این است که جهان غرب آماده یک جنگ بسیار بزرگ در منطقه هستن. اما باز هم براتون بگویم، من متأکد به این هستم که اقدر عقل سلیم وجود داره در بین رهبران که دست به سلاح اتمی نزنن. در روسیه عقل سلیم کاملا وجود داره. من به تمام وضعیت بر شما میگم که روسیه هیچ نوع تدابیر به خاطر جنگ هسته‌ای نداره، این تصامیم را نداره، بلکه تدابیر بله تدابیر دارد که شما میفهمید که از ظرفیت های بزرگ اتمی روسیه برخوردار است. همچنان اگر شما اشاره بکنید به صحبت اخیر آقای پوتین، اونا گفتن که از قرارداد SNV2، یعنی قرارداد استراتژی و تعرضی که منحصر میشه به مو دستدن به سلاح اتمی و تطبیقات سلاح اتمی، روسیه از او قرارداد منحل قرار داده، یعنی فعلا از او قرارداد پیروی نمیکنه. با وجود همه ما امید دارم که یک عقل سلیم در بین رهبران ولی انتظار شکست هم نداره روسیه. همونطور که آقای سالنگی گفت که روسیه خب بر حالش هرچند باور داشت که اینقدر طولانی نمیشه، یا ای که باور داشت یا نه همونطور میگفتن، ولی طولانی شد، یک سال تمام گذشت، وارد سال دوم میشه. ولی اگر شکست بخوره یا شکست را احساس بکنه با توجه به کمک هایی که دریافت میکنه اوکراین و پشتیبانی گسترده ای که غرب و اتحادیه اروپا برای اوکراین داره، براتون به یقین میگم فعلا روسیه از 10% پتانسیل خود ظرفیت های خود استفاده کرده با این جنگ. ما میفهمیم بله ما شاید از این هستیم که امریکا امروز حاضر شده که تانک های ابرامس و همچنان آلمان لیاپارد برای اوکراین بته و این سلاح‌های بسیار 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 کشنده است، سلاح‌های تعرضی است که اولین بار اینا تصمیم گرفتن که برای روسیه برای اوکراین بتن. تبال چنین سلاح‌هایتان نمی‌داده بودن، سلاح‌های دفاعی بود. اما من براتان به یقین میگم که این درد جنگ اوکراین دوا نمی‌کنه برای اوکراینیا، بلکه تبعات از این جنگ فقط صرف اینمی است که روسیه مجبور میشه که تعرضات خود بیشتر و بیشتر بسازه تا بتونه که قوای اوکراین عقبتر بزنه تا امو مسیر از اینا که میتونه به روسیه به مناطق روسیه داشته باشه او را دورتر بسازه. درست. بله اما ولی آقای گویا چی میکنه روسیه؟ یعنی فکر میکنین به دنبال چی است که همین جنگ را ادامه میده؟ از یک طرف میبینیم که خب تحریم های بسیار گسترده بر روسیه اعمال میشه، در آستانه یک سالگی ما باز هم داشتیم که بیشتر میشد، و از طرف دیگه هم تجهیزات بسیار قوی نیروهای اوکراینی میشه. بازم براتون میگم روسیه اگر شما میخواین که هدف روسیه را من برای شما تشریح بکنم بسیار واضح و روشن است. روسیه میخواه که کشور مناطقی که مربوط به روسیه بود از لحاظ تاریخی او را دوباره بگیره و اونا را شما میفهمید که به اساس قانونی که در روسیه وضع شد مناطق لوگانسک، دنسک، زاپاروژسک و خرسون شامل جغرافیای روسیه شد. اما میفهمین که از طرف اوکراین در هر روزه حملات موشکی به این مناطق رواج داره و روسیه تصمیم داره که
از به حساب قوای نظامی اوکراین آن قرار عقب بزنه که نتونند عمو به حساب بتونند تا عملاتشان در مناطق روسیه ادامه داشته باشه. بسیار تشکر. میخواین که عقب بزنن، دیگه هدف نیست، هدف روسیه نیست که این نیست که تماما اوکراین اشغال بکنن، نبوده و نه هست. بسیار تشکر. اما هدف وجود داره از طرف غرب که اگر بخواین بعدا ما میتونم با شما تشریح بدم. بسیار تشکر. آقای صمد، اگر یک چنین بحثی باشه، اون چقای پویا میگه ظاهرا بازی مش و پشک خواهد بود، یعنی بحث برندگی و بازندگی در کار نخواهد بود، و از طرف دیگه میخوایم میره بپرسم اگر بگوین که آیا آسیب جدی رسانده بر نظم نوین جهانی آنچه در یک سال گذشت در اوکراین؟ بله، سوال خوب. یقینا که تاثیرات خود بالای نظم جهانی داشته و داره. ببینید یک مثال بسیار خوبش دیروز بود در سازمان ملل متحد، در مجمع عمومی ملل متحد قطعنامه را برای گذاشتن. 141 کشور طرفدار از این بودند که روسا باید خارج شوند از ساحه که اوکراین شناخته میشه از طرف جامعه بین المللی، و همچنان جنگ خاتمه پیدا بکنه. در عین زمان 32 کشور اگر اشتباه نکنم که شامل، بسیار جالب است، شامل چین، هند، ایران، پاکستان، 4 کشور آسیای مرکزی که 2 کشورش همسایه افغانستان است، یعنی از جمله اینها کسایی بودن که رای ممتنع دادن، یعنی نه توافق داشتن نه مخالفت شدید کردن. یک البته در قاموس دیپلماسی یک معنی خاص خود داره، و 7 کشور هم از موقف روسا طرفداری کردن. این نشان دهنده از این است که جامعه بین المللی در مجموع طرفدار ختم جنگ هم است، در عین زمان خواهان از این است که روسها پس دوباره به سرداد قبلی خود برگردن، چیزی که مشکل اصلی هم اینجا است. اسمی که دوستا هم گفتن، ببینین نه تنها که 1/5 20% 20% خاک اوکراین آله تحت تسلط روسا است، بلکه این 4 منطقه که یاد شد حالا ادغام شدن، جزء قلمرو روسا روسیه شناخته میشه از طرف روسا، البته ولی جامعه بین المللی قبول نداره، و جنگ سرازی است. آیا این جنگ تشدید پیدا میکنه؟ چیزی که پیش بینی میشه که هنوز در مرحله آغاز است. بعضی ها میگن که این آغاز ختم جنگ نیست، بلکه این ختم دور اول جنگ است، یعنی که دوره های دیگه پیش بینی میشه متاسفانه، که این با البته باعث بسیار تلفات و خسارات زیاد در خود اوکراین خواهد شد. ولی اگر چنین باشه یقینا که جنگ تشدید پیدا میکنه. این که ضروری میشه یعنی مندور یک سوال استراتژیک و یک سوال بسیار بنیادی اساسی است برای تمام جهان، و مخصوصا برای اروپایی ها و مردم اوکراین و شرق اروپا. ولی در صورتی که از یک طرف آقای زلنسکی مثلا میگه که ما دوباره قلمرو خودم میخواییم کامل به دست داشته باشیم، از طرف دیگر میگه که ما حاضر به مذاکره هم و تفاهم هم هستیم. درست. و برگشت نیروهای روسی به جغرافیای برگشت نیروهای روسی به جغرافیای خودشی به معنای شکست روسیه هم دیگه است، آنچه میگه این کشورهایی که در مذاکره و در ما فکر میکنیم به اون مرحله نرسیدیم که باز روسا به همچو یک هدف نائل شوند یا ای که قبول داشته باشند که این اراضی را که از خود آله میدانند از این بگذرند. مشکل هم در اینجاست که شما چطور به یک توافق زمینی میرسین، ولی برای از این که کار صورت بگیره باید مذاکرات و یک روند سیاسی و دیپلماتیک وجود داشته باشه. هر جنگ از خود در پالوی جنگ باید یک روند سیاسی و دیپلماتیک هم داشته باشه که بعضی ها خواهان از او هستند، بعضی ها خواهان از او نیستند. در اینجا ببینید در این بازی کشورهای دیگه هم بسیار نقش دارند. موضوع چین روز به روز اهمیت بیشتر کسب میکنه. آیا چین تا چی حد از روسها طرفداری خواهد کرد؟ آیا سلاح به روسها خواهد داد؟ آیا تجهیزات نو برای از اونها فراهم خواهد کرد؟ آیا کمک مالی خواهد کرد؟ اینا آن سوال های استراتژیک است، چون چینایا در البته مشکلات دیگه هم با غرب دارن و غربی ها با چینایا سر موضوع تایوان و موضوعات اقتصادی و اینا، و موضوع دیگه موندار موضوع اقتصادی است که اگر یک دقیقه وقت داشته باشید من میخوایم این موضوع را بسیار جدی بگوین. میخواستم بپرسم هم که وضعیت اقتصادی چقدر واقعا آسیب جدی دیده در سطح بسیار کلانش برای خود روسیه، حتی برای افغانستان.
خب قبلا گفتم که 25% بودجه روسا آل اختصاص داده شده به این جنگ. ببینید امیال تلفات روسا زیاد است. 50,000 نفر نو میخواهند که آماده جنگ برای فصل بهار بسازند و 2.5 لاک نفر دیگر هم در زیر تعلیم و تربیت و ترنینگ دارند. در عین زمان 30% تمام اقتصاد اوکراین از بین رفته. اوکراین امروز فکر میکنم که کسب بودجه‌ایش حدود 30 میلیارد دلار است و 15 میلیارد دلار هم از IMF تقاضا کرده برای اینکه کاملا اقتصادش سقوط نکنه. البته غربی ها، اروپایی ها، آمریکایی ها و سایرین از اوکراین طرفداری میکنن، حمایت میکنن و فکر نمیکنم بذارن که کاملا سقوط کنه، ولی فشار برای زیاد است. در جهان ما با بحران اندازه هم ناامنی غذایی روبرو هستیم و هم با ناامنی انرژی و نفت و گاز روبرو شدیم که این برای بعضی کشورها مفید واقع شده، برای بعضی کشورها بسیار گران تمام شده. بعضی کشورها با شمول ایالات متحده امروز گاز و گاز مایع خود به اروپایی ها میفروشند در عوض روسا و بعضی کشورهایی که نفت دارن و از ذخایر نفت بزرگ برخوردار هستند، اونا امو کمبودی را که روسا امروز احساس میکنن او را پر میکنن، از او استفاده میکنن. اما قراردادهای خاص بین چین و روسیه وجود داره، بین بعضی کشورهای دیگه وجود داره. لحاظ تمام نظام اقتصادی تا حد برهم خورده که از او بعضی ها نفع میبرن، بعضی ها نقص کردن، به خصوص کشورهای غریب و در حال انکشاف مانند افغانستان که از این حالت مرومدار نفع زیاد نمیبرن. بسیار تشکر آقای سالنگی. افغانستان از این کشوگیر و از این درگیری و منازعه از کدام ناحیه آسیب دیده به گونه بسیار جدی و چقدر برجسته است آسیب دیدگی افغانستان از آنچه در اوکراین گذشت در یک سال؟ خب اگر ما بیم بخش بندی بکنیم که در سطوح سیاسی، امنیتی، نظامی، استراتژیک یا از نظر ژئوپلیتیک و اقتصادی فرق میکنه تاثیراتی که بر افغانستان گذاشته، مثلا بر کل جهان و بر افغانستان. بله. از منظر سیاسی ناظر به بحث ژئوپلیتیکی برای افغانستان خوب شده تقریبا. از کدام لحاظ؟ ببینید من میخوام خدمت شما یک نمونه تاریخی برای افغانستان مطرح بکنم که امروز هم تقریبا صادق است. بله. بعد از جنگ جهانی دوم یا حتی یعنی دو نمونه میشه، در جنگ جهانی بعد در جریان جنگ جهانی اول یا پیش از جنگ جهانی اول، وقتی یک قدرت در اروپا ظهور کرد به نام آلمان، روس و انگلیس بازی بزرگ در این منطقه قطع کردن و رفتن اونجا کلاویز شدن با رقیب جدیدشان که آلمان چی بود زمان بیسمارک. پس اینجا خلوت شد، یعنی ما دست از سر ما برداشتن رفتن جای دیگه، چون اونجا مهمتر است، اینجا مرکز قدرت، مرکز ثروت و مرکز جایی است که شما در اونجا دیگه زورآزمایی اصلیتون انجام میدین اروپا. بعد از او هم جنگ جهانی اول که جنگ جهانی دوم که تمام میشه، در یک مقطعی که آمریکایی ها و بلوک شرق و غرب که برش میگن، اینا مصروف بودن در اروپای شرقی، افغانستان یک دوره راحتی را گذراند. اگرچه خب حال سیاست خارجی که افغانستان گرفته بود هم تاثیر داره، اون یک متغیر دیگه، چون هم در جریان پیش از جنگ جهانی اول و بعد در جریان جنگ جهانی اول و بعد از جنگ جهانی دوم افغانستان یک سیاست خارجی بی‌طرفی گرفته بود که هم تاثیر داره، ولی اصل یعنی به عنوان متغیر اصلی ما میتونیم او مسئله را حساب بکنیم که برای افغانستان یک فرصت و یک فرصت آرامش‌زا به وجود آورد. امروز هم چون فشار جنگ، فشار نبرد و میزان تاثیری که بر دو طرف داره جنگ اوکراین، فرصت زیر کونا بیان در افغانستان هم مثلا با هم زور آزمایی کنن از اونها گرفته. یعنی خیلی مهمه موضوع افغانستان فراموش شده. ببین منظور از موضوع افغانستان نمیفهم شما منظورتون چی است، ولی اگر بخوایم بگیم کونا در افغانستان یا در زمین مثلا آسیای مرکزی، جنوب آسیا یعنی آسیای مرکزی، جنوب آسیا میگیم، افغانستان در وسط دو تا است دیگه. در این زمین منازعه بکنن برای زور آزمایی، برای گرفتن امتیاز، دادن امتیاز، افغانستان جغرافیای برای منازعه قدرت ها بوده در این مدت زمانی که جنگ در افغانستان جریان داشته، هر یک نفع خود را شهر می بردن. حالا میگن فراموش شدن. ببینید فراموش منظور فراموش نمیگیم، میگیم که چون اونجا وضعیت خیلی حساس است، تمام انرژی اونجا مصرف میشه، فرصت برای پرداختن به جای دیگری نیست. در بود در نظامی سیاسی میگن افغانستان نفت برده، از افغانستان نفت میگذره. بله بله. از بود اقتصادی، بله این از بود اقتصادی، خب افغانستان به عنوان پیشتر دوستان فرمودن به عنوان یک از کشورهای فقیر و وابسته به غلات و به روغن و به تولیدات زراعتی
نفت جهانی، خب طبیعتاً ضرر میکنه. شما ببینید تیل پترول و دیزل در افغانستان، مثلا پترول تا 106 و 110 دیزل 106 و 110 رسید. خب این تبعات همون از دیگه، پترول مثلا تا نزدیک 100 رسید و امروز خیلی قیمت هست، یعنی قیمت تیل بالا در بازار افغانستان، خب تاثیر جنگ اوکراین از دیگه. و غلات مثلا آرد، روغن، فرض کنید که بعضی غلات مهم دیگه، حتی حبوبات، اینا که روسیه و اوکراین تولید کننده اصلی از این چیزا بودن، افغانستان به عنوان کشورهایی را که نمیتونه تامین کنه از داخل متضرر شد و قیمت ها بالا رفت، یک فشار جهانی بود. کوتاه خدمتتون عرض بکنم که روس هم یک طرفان زدن در اینجا، یعنی در بود جهانی اگر اقتصاد جهانی بگیم خیلی تاثیر نداشته جنگ اوکراین و روس. اگر آمریکایی‌ها با چینایی‌ها بر سر اوکراین جنگ بکنن، بر سر تایوان جنگ بکنن، طبیعتاً اقتصاد جهانی، چون اقتصاد ارگانیک جهانی اونجا با هم وابسته است، تاثیر داره. ولی اینجا روس‌ها نبردن، چون روسا تولید کننده غله هستن و دیگران نیازمند هستن، پس روسا بالا دست قرار گرفتن نظر به او چیزی که میگفتن ضربه بزنن. ممنون شما، سپاسگزارم. آقای پویا، ما میخوایم در مورد توجه جهان نسبت به افغانستان بپرسم از شما. هرچند که چند قبل ولادیمیر پوتین گفت که حالا موضوع افغانستان نسبت به هر زمان دیگر دو چند برابر برای آنان با اهمیت است و با اهمیت شده، و گفت که جنگ اوکراین هیچ تأثیری بر اون نمیگذاره، ولی شما فکر میکنین گذشته از اینکه چه تبعات داشته این جنگ بر وضعیت در افغانستان، که کاسته شده باشه از توجه جهان بر وضعیت افغانستان آنچه در اوکراین گذشت یا میگذره؟ ببینید، ما شما یک مطلب داره میگه شر بخیزه که خیر ما باشه. تا اندازه ما میتونم در یک کم روشنی پرتون به این مطلب، به این معنی که اگر در نتیجه این جنگ که بین اوکراین و بین روسیه و جهان غرب است، من پیر نمیگم که جنگ بین روسیه و اوکراین است، بلکه این جنگ بین روسیه و جهان غرب است. این جنگ آقای بایدن رقم زد و امروز این جنگ با تبعات بسیار شدیدش ادامه داره. اما من متأکد به این هستم که بعد از ختم این جنگ جهان به اون حالتی که دیروز بود، پیش از جنگ بود، باقی نمیمانه. به این معنا که دیگر دیکته امریکا با کشورهای غریب مثل افغانستان وجود نخواهد داشت. بنابراین من فکر میکنم که من ایره با یک فال نیک به این میگیرم که اگر امروز ما تدابیر را افغانها بگیرن در جهت تامین مناسبات خود با کشورهای منطقه و خود امروز شما احساس میکنید که او تأثیری که امریکا دیروز داشت بالای افغانستان نداره، و این تأثیرات هرچی ضعیفتر شد بالایش کشورهای غریب مثل افغانستان، به نفع جهان است، به نفع افغانستان است. از این فرصت خوبه که ممکن در آینده نزدیک نصیب افغانها شود. افغانها میتونند که بسیار مفید استفاده بکنند، به شرط از اینکه بتانند تدابیر بسیار لازمه در عرصه روی دست بگیرن. شما میگن که توجه جهانی کاهش نیافته یا یافته؟ توجه جهانی به چی معنا؟ اگر بگویم که توجه امریکا، خب میدانیم تحولی که در افغانستان رخ داد، امارت اسلامی مثلا به رسمیت شناخته نشده، بحث تعامل مطرح است و ده ها اما و اگری که وجود داره، اینها تا اینجای کار اگر در انتظار جامعه جهانی گذاشته شود همه چیز، فکر میکنین که بیشتر توجه بکنن یا نه باید افغانها خودش را حل پیدا بکنن؟ من فکر میکنم که برای افغانها یک فرصت بسیار خوب امیال مساعد است که سیاست مستقل خود داشته باشند. دیروز متاسفانه از اتو یک گزینه نبرخوردار نبودن. یک کشور وابسته که امروز مثل که اوکراین یک کشور وابسته به جهان غرب است، افغانستان دیروز یک عین حالت داشت، امی وابستگی خود به جهان غرب و امریکا داشت. طالبا فرصت خوب را بر افغانها مساعد کردن. من در این قسمت باید بگویم که من عرض میگذارم به چیزی که شده وقوع پیراسته که ما افغانها امروز میتونیم که سیاست خود مستقلانه رقم بزنیم. بسیار تشکر. تماما امکانات وجود داره، از این ظرفیت ها و امکانات باید افغان ها استفاده مثبت بکنن برای تامین. سپاس گزار شما. آقای صمد، از شما هم این موضوع را میخواییم بپرسم. افغانستان چقدر هنوز با اهمیت است، هم برای غرب و هم برای کشورهای منطقه مثل روسیه و چین؟ من فکر میکنم ما در جهان زندگی میکنیم که کشورهای بزرگ و کشورهای قدرت های منطقوی
در هر جایی که باشن، اینا امکانات و وسایل و ابزار از این دارن که در عین زمان و یکی یا دو موضوع مختلف یا بیشتر از یک موضوع بپردازن. درست. امروز غرب میتونه که هم به موضوع اوکراین و روسیه بپردازه، هم به توجه تا حدی، تا یک حدی به دیگر موضوعات داشته باشه. موضوع افغانستان به نظر ما ناتمام تمام نشده و ما فکر میکنم فصلش بسته نشده. موضوع مبارزه با تروریسم برای بعضی کشورها در جهان هنوز از اهمیت خاص برخوردار است. بله. موضوع حقوق بشر در جهان، موضوع بعضی قضایایی که در افغانستان متاسفانه تا حال راه حل پیدا نکرده، امیدوار هستیم هر چه زودتر راه حل برش پیدا شه. موضوع از اینکه دخترها و دوشیزگان بتونن که به تعلیم و تحصیل دسترسی داشته باشن، موضوع از اینکه کار برای همه فراهم شده بتونه، موضوع که اقتصاد هم بهتر شوه، اینا همش چیزایی هستن که نه تنها که مردم افغانستان به او توجه دارن، بلکه هنوز هم یک بخشی از جهان به این گپا اهمیت قائل است. و درست. نظام در افغانستان چی نوع نظام باشه، تا چه اندازه مردم سالار باشه، تا چه اندازه نمایندگی از مردم افغانستان در مجموع بکنه، ولی از سطح توجه کاسته نشده من فکر نمی کنم که مردم در مقایسه با چند سال قبل کاسته شده. بله. مقدار پولی که مصرف میشه کم است. حضور نظامی وجود نداره از خارجی ها. این معنیش هست که یک فرصت است، مثل که دوستان گفتن، یک فرصت است برای افغان ها، برای مردم افغانستان، برای حاکمیت در افغانستان که وابستگی را کم کنن، خودمختاری و خودکفایی را بیشتر بسازن، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ نظام سازی مردم در پروسه دخیل بدانه. لحاظ رو که یک فرصت خوبی است و این فرصت اگر از دست رفت، باز امکان داره که در بازی های منطقوی و بازی های کلانتر جهانی ما پس دوباره به شکل منفی و خراب و مزرش آغشته شدیم که او باز به نفع سپاس گذارم. و آقای سالنگ، اگر ادامه پیدا بکنه جنگ در اوکراین، تبعاتش در افغانستان و جهان کوتاه کنیم دقیقا، اگر بگن چی خواهد بود؟ ببینید، خب چیزی که قبلا دنی در یک سال گذشته تبعات سیاسی داشت، خب تزلزلی در نظام بین الملل و ساختار نظام بین الملل وجود آورده، ای که یا آمریکایی‌ها نظام تنقیدی را دوباره مستحکم می‌سازن، یا ای که میره فروپاشی به فروپاشی و نظام چندقطبی حاکم میشه، بس مربوط میشه به برد و باخت هر کدام. تبعات اقتصادی عرض کردم در سطح خیلی کلان نیست، روسا در سطح اقتصادی دستشون بالاست، نیازمندی غرب، ببین روغن در غرب چه رقم شده بود با مسائل دیگه. و برای افغانستان هم پیشتر خدمت شرکت کردم، افغانستان دیگه از محراق توجه بازی ها به دور شده و فرصت از چیزی که دوستا گفتن برای افغانستان که افغانستان میتونه با اتخاذ سیاست خارجی بی‌طرفی ضرر خود کمتر، یعنی کم هست، بیشتر کم بسازه و به مسائل به اصطلاح توسعه داخلی خود بپردازه و بتونه حداقل در سطح منطقه‌ای نیازمند توانایی‌های درونی در داخل افغانستان است. بله دیگه، خب نظام مستحکم در داخل باعث میشه که شما برنامه‌های داخلی مستحکم روی دست بگیرین. البته خب نیازمندی‌های متقابل متقابل در سطح منطقه‌ای و جهانی وجود داره، ما نمی‌تونیم انکار کنیم. اما خب افغانستان به نظر ما در چشم انداز کلانتر از جنگ اوکراین تقریبا تونسته سود ببره و او سود همی که افغانستان دیگه محور بازی قدرت‌های بزرگ نیست. بسیار تشکر آقای عبدالشکور سالنگی، پژوهشگر روابط بین الملل، آقای عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه، و آقای سمیع الله پویا، عضو ارشد انستیتوت شرق شناسی اکادمی علوم روسیه، از حضور عرض مهمان گرامی به این ویژه برنامه. و از شما بیننده ها که بیننده این بحث بودین. و